در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیراز از که روزانه با حضور علما فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود یکی از سوالهایی که شنبه 21 جمادی و 1444 قمری از معظم الله پرسیده شد این بود که آیا مالیات در اسلام مشروع است پاسخ آیت الله علوزما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم یه چیزی به عنوان مالیات در کتاب الله و عطرتی نیست فقط خمس زکات و جزیه و خراج همین چارتا غیر اینا هیچ چیزی دیگه نیست یعنی بنی داشتن بنی العباس داشتن اما ائمه نداشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و نداشتن در ایام حکومت ده سالشون امیر المؤمنین هم علیه السلام در ایام حکومت پنج سالشون نداشت در نشست علمی شنبه 21 جمادی و ثانی همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره حکم نماز و روزه مسافری که نمیداند چند روز در مکانی میماند تفاوت حکم بلاد کبیر با بلاد صغیره شخصیت جناب مختار و جناب عقیل کفایت غسل جمعه و دیگر اخصال مستحب از وضوع آیا آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره های قرآن است ارتکاب علم اجمالی در دو ظرفی که مشتبه است بین خمر و آب حکم اعتکاف روزه مستحب و حج مستحب برای زن بدون ازن شوهر حکم استبرا از بول و جنابت فرق میان خمس قواسی و ارباه مکاسب حکم قسل ارتماسی در سوم و احرام حکم مقدمه حرام و حکم قسل جمعه در حال خوف یا نبود آب تسبیحات اربعه در نماز استیجاری حکم نماز در بین مسیر دو وطن حکم ورود مجنه به حرم متحر امه علیه السلام آیا این عبارت که از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می شود من پدر هر پرهیزکاری هستم پس هر سیدی سید نیست روایت است حکم نماز و روزه مبلغینی که در یک منطقه به چند روستا می روند و منظور از یک شبانه روز برای رضا پرسیده شد که آیت الله به یکایک یک, یک سوالها با سه صدر پاسخ دادند لازم به ذکر است که سلسله نشستهای علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی دام از زلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.